فصل هفتم سرتراشیده تنهایی که ملتی رو نجات داد در پراگ سوار قطار شدم ساعت سه بام داد دوباره از براتسلاوا گذشتم و یکی دو ساعت بعد وارد بوداپست شدم شهری که صفحه اول تمام روزناماش و خبرهای فوتبال پر کرده بود و متاسفانه تمام مطالب به زبان مجار بود دوازده روز قبل تیم فرانس واروش مجارستان به مساف اسلوان براتیسلاوای اسلواکی رفته بود این بازی که در چارچوب جام باشگاه اروپا در اسلواکی برگزار شده بود در نهایت منجر به بستری شدن 15 هوادار مجار در بیمارستان شد قضیه هیچ ربطی هم به هولیگانیسم نداشت برای بازی برگشت در بوداپست بودم و همه حس حال انتقام داشتند به نظر میرسید بازی فرانسوارش اسلوان تبدیل به چیزی فراتر از یه مسابقه فوتبال شده در براتیسلاوا نیروهای ضد تروریست اسلوواک با ماسکای سیاه به هواداران فرانس که شعارهای مجارستان بزرگتر و اسلواکی جنوبی رو به ما پس بدید سر میدادن هجوم برده بودن این نیروها علاوه بر با باتوم چوبی از گاز اشکاورم استفاده میکردند هوادار اسلوواک هم اونا رو تشویق کرده بودند. تیبور نیلاسی بازیکن افسانه سالهای نچندان دور و مربی کرونی فرانس واروش یاد خاطره هیسل افتاده بود هیسل ورزشگاهیه که فاجعه تلخ ازدهام تماشاگرا و کشته شدن 39 طرفدار فوتبال در اون رخ داد. او به روزنامه کوریر گفت: ترسی ندارم که بگم اتفاقای اون بازی مرا یاد فاشیستای بیرحم انداخت. پس از سود پایان بازی رفت، تیم اسلوان با بلندگو از نیروهای حاضر تشکر کرده بود که یکی از کنسولهای مجارستان این کار عملی خاص و تحریک‌آمیز تعبیر کرده بود. و بعد مامورای پلیس در خیابونه اطراف ورزشگاه دنبال مجارستانیا کرده بودند در حالی که هوادار اسلواک هم با سنگ به ماشینا و اتوبوس های مجار حمله میکردند اسلوان بازی را یک برد گیولا هورن سیاستمدار قدیمی مجار اذعان کرد این یک قرش فوتبالی نیست پرسشی سیاسیه. ظرف سه ماه چکسلواکی به دو کشور جمهوری چک و اسلواکی تجزیه شد و براتیسلاوا که یکی از صحنههای نبرد بود قرار بود به عنوان پایتخت اسلواکی انتخاب بشه اسلوواکی مستقل با ریاست جمهوری مشیار نشانه های تبدیل شدن به کشوری کوچک با ناسیونالیسم ناخوشایند و به نمایش میساشت. مشیار که معمولا تماشاچی بازی اسلوان بود دوست داشت ادعا کنه اسلوواکی کاملا آزاد بوده البته فقط به عنوان مهره دست نشانده آلمان نازی در جنگ جهانی دوم او تمام مشکلات رو چه در داخل و چه خارج به گردن دشمنا میانداخت وقتی در سفارت آمریکا در براتسلاوا میکروفونهای مخفی پیدا شد و گفت نمیدونم چه کسی این بازی کثیف و با هزینه ما راه انداخته 600 هزار مجار که در اسلوواکی زندگی میکردن کاملا ترسیده بودند مشیار حتی به علامت های رانندگی دو زبانه هم که در مناطق مجارستانی ها نصب شده بود معترض بود مجارا میترسیدن اوضاع بدتر از اینم بشه مثل اینکه مدرسه های مجار تعطیل بشه زبانشون رو ممنوع کنن یا یعنی اینکه روزی پاکسازی قومی کنن اونا نمونه همچون یوگسلاوی رو در پیش چششون میدیدند پراکندگی مجارا در اروپا نظیره در رومانی اسلوواکی و اوکراین سیاستمدارهای مجارستان نارضایتی خودشون از این موضوع اعلام کرده بودند یه سال قبل مجارای ساکن رومانی رو دست جمعی قتل عام کرده بودند وقتی ارتش اسلوواکی هواداری فوتبال مجار را ضرب کرد بوداپست بلافاصله اعتراض کرد ولی مشیار در جواب گفت که هوادارا مشتی هولیگان بودن و به اون چه که سزاوارش بودن رسیدن. مشیار دقیقا میدونست داره چی کار میکنه. او به من اسلواکی افراطی که قبلا کمونیست بود، میخواست به اسلوواکا و مجارا نشون بده که تحمل هیچ مخالفتی رو نداره. او عمده از این مسابقه فوتبال برای رسوندن پیامش استفاده کرد. مردمی که توجه اندکی به سیاست داشتند فوتبال از تلویزیون دنبال میکردند و تنها جایی که استواکو و مجارا در تودههای مخالف هم ظاهر میشدند استادیوم فوتبال بود مشکل استفاده از فوتبال این بود که غربیها هم تماشاش میکردند CNN تصاویر بازیها را به سراسر دنیا مخابره میکرد و دولتها و تاجران غربی به خودشون یادآوری میکردند که با مشیار وحشی و خشن رابطه برقرار نکنند فرانسواروش امیدش به مرحله بعدی صعود کنه روز قبل از بازی برگشت با میهالی هاواسی مدیر باشگاه صحبت کردم هرچند به خاطر قرار ملاقاتی که با وزیر امور داخلی مجارستان داشت گفتگوی ما فقط سه دقیقه طول کشید هاواسی ادعا کرد همسران سه بازیکن و پدر یکی از اونا بین هواداره در براتیسلاوا حضور داشتند و سعی کرد با حرکتاش نشون بده که اونا چگونه بازی کرده بودند نگاهی کوتاه به توپ روی زمین و نگاهی طولانی به سکوهای تماشاگران او از یوفا خواسته بود نتیجه شکست چاریک و تغییر بده و دستور به تکرار رو بازی بده ولی یوفا به جاش هر دو باشگاه رو پونزه هزار فرانک سوئیس جریمه کرد رادیو پراگ جمهوری چه کشوری بیطرف بود تصمیم یوفا رو چنین تفسیر کرد یه تصمیم خاص غربی در برخورد با پدیده آزاردهنده در اروپای شرقی به جای اینکه تحقیقات کافی انجام بشه و بر اساس اتفاقهای رخ داده تصمیم گیری بشه غربیها خواستن مثل بچه ها هر دو کشور گوشمالی بدن تا دیگه چون این ماجره های تکرار نشه. فرانسواروش فرجام خواهیم کرد ولی فایده ای نداشت. یوفا بازی برگشت را از نظر میزان خطرناک بودن درجه یک تشخیص داد. درجه یک مفهوم کاملا نمی اکثر خبرنگار اسلواک تصمیم گرفتن این بازی رو تحریم کنند. و اسلوان هم از هوادارش خواهش کرد به مجارستان نیان. حتی تیمم طوری برنامه‌ریزی کرد که درست پیش از شروع بازی به مجارستان برسه. از یه خبرنگار اهل جمهوری چک پرسیدم بازیکن از کجا وارد میشن؟ او با لبخند پاسخ داد متاسفم نمیتونم به شما بگم سعی کردم از رئیس فرانسوا که قولی با ریش قرمز بود بپرسم که آیا احتمال وقوع حادثه خاصی رو میده او فقط گفت فوتبال اینجاست و سیاست اونجا بعد برای تماشای موزه باشگاه رفتم متصدی موزه فقط به زبان مجار صحبت میکرد اما وقتی متوجه شد من انگلیسی بزرگترین بطری ممکن مشروب بر برام جور کرد تازه ظهر بود اون شب خارج از ایستگاه مترو نزدیک زمین فرانس با پنج شش با کلاهای پشمی دیدم که مدام بالا پای می پیدن و به انگلیسی فریاد میزدن لعنت به اسلوان لعنت هم از اونها عکس میگرفتن همراه تعداد خبرنگار اهل چک و اسلوواکی راهی زمین شدم پس از بازرسی با پلیس از بین مجارهایی که به زبان مجار بد و بیراه میگفتند اسکورت شدیم هواداری از فرانسوا مهم بود این ورشگاه کوچیک در یکی از گوشه های اروپای شرقی بود که کمونیستا هرگز برای تصرفش خودشون به زحمت ننداختن. جایگاه هوادارا برخلاف ورشگاه روسیه میزان جمعیت رو کم نشون نمیداد. رنگ سیمونا خاکستری نبود بلکه سبز و سفید یعنی رنگ باشگاه بود. خبر از پیس میدانی هم نبود. همه چیز کاملا بریتانیایی به نظر می رسید. هوادارم سعی می کردم به سبک بریتانیایی رفتار کنند و شال باشگاه انگلیسی را همراه داشتند. اونا پرچم باشگاه فرانسوارش رو به شکل پرچم بریتانیا تکون میدادن و پاسخشون به هر شعار این بود لعنت به استواکا البته اونا هرگز به اندازه انگلیسی ها مهارت نداشتن اگرچه دو پسر با شعارهای چلسی رو دیدم که گونای همون ماچ میکردند اما جمعیت شعارشون رو به لحجه مجار میخوندند اینجا در شرق اروپا پرچم انگلیس معنای دیگه ای داشت و یادآور غرب موسیقی پاپ و فراتر از همه هولیگانیسم فوتبالی بود شاید اوباش وچه بریتانیا رو در خارج خدش دار کرده باشن اما برای بخشی از هر جامعه اونا قهرمان به حساب میان بردشگاه پر از جمعیت بود در جایی که خبرنگار که پشت یکی از دروازه ها بود دیویس خبرنگار حضور داشتند و اکثر روزنامه ها خبرنگاران فوتبالی و همچین سیاسی خودشون رو فرستاده بودند. هیچ حوادر از تیم اسلوان ندیدم هرچند که رادیو چک اعلام کرد بیش از دیویس نفر از مرز عبور کرده بودند. برای گرم کردن در ابتدا بازیکنان اسلوان وارد زمین شدند و حدود نیم ساعت بدون وقفه هو شدند اونا با یه دیوار و چند مأمور چاق از سی هزار هواداری که از اونا متنفر بودند جدا شده بودند نتیجه چای که بازی رفت براشون کافی به نظر نمی رسید به خبرنگار مجار گفتم هرگز چنین جوی نیده بودم از من پرسید یعنی هرگز بازی لیورپول منچستر رو ندیدی اما داستان اون بازی فرق می کرد انگلیسی از رقابتشون لذت می بردن. در حالی که جمعیت حاضر در ورزشگاه از اسلوواکا متنفر بودند در ادامه وقتی بازیکنان اسلوان دوباره به زمین برگشتن تماشاگر را قوقایی به کردن. پا کردند. پایینتر از من زیر جایگاه خبرنگارا پسر بچه سرتراشیده با لباسی مندرس به دقت پرچم آبی و سفید اسلوان به جایگاه وصل میکرد خبرنگارا به سمتش هجوم بردن پسر بچه 16 ساله بود که به زبان مجار صحبت نمیکرد و به تنهایی از براتیسلاوا سفر کرده بود وقتی مربی اسلوان متوجه شد به طرف شما و گفت ما ممنونت هستیم بعدا مشخص شد که پنج هوادار دیگه اسلوواک هم سفر کرده بودند اما داستان قهرمان تنهای اسلوواک ارزش خودش را حفظ کرد این پسر بچه در طول مسابقه مدام مصاحبه می کرد و از او عکس می گرفتن. او سرتراشیده جذابی بود و حالا به یک قهرمان ملی تبدیل شده بود در شرطی که جایگاه ما صندلی داشت او احتمالا طبق عادتش کل بازی را ایستاده تماشا می کرد. فرانس واروش نشون داد که حتی با استاندارد شرق اروپا هم تیم کندیه و تنها آسیب رسوندن به اسلوواکا بود اونا دیگه ستاری مثل نیلاسی نداشتن بنابراین هوادارا دیگه شعار ندادن خبرنگار سیاسی از تماشای بازی خسته شدن و شروع به بحث‌های سیاسی کردن بازی بدون گل به پایان رسید و در نتیجه اسلوان به دور بعد رسید جایی که میلان اونا رو در هم کوبید اما بیش از هر چیز اونا بعد از بوداپست خارج می‌شدن بیرون از رخکن نیلسی مصاحبه میکرد و بازیکن اسلوانی رو ساکای خودشون نشسته و منتظر اتوبوس بودن پسر بچه سرتر شده که کمکان کم سر پا بود بین بازیکنها دیده میشد از او خواسته بودن همراه تیم پرواز کنه و او با خلق خوش قبول کرده بود خبرنگارا دورش کرده بودن و کاری به بازیکنها نداشتند هواداری فرانس بیرون از ورزشگاه منتظر تعمه خودشون بودند. منم به جمعشون پیوستم پس از یه ساعت اتوبوسی بیرون اومد با پلاکی گویا مال چکسلواکی که بیهوده اونو با تخته پوشونده بودن. هوادارا به طرفش هجوم آوردن. ولی با خبرنگاران نگران و میان سال روبرو شدن. نیروهای پلیس سوار و اسب به سمت در خروجی هجوم آوردن. هوادارا فرار کردند و اتوبوس اسلوان از در خارج شد. مجارستانیها به خونه هاشون رفتن. ولی مشیار کماکان به زورگویش در قبال مجارها ادامه داد. اختلاف اسلواکی و مجارستان هنوز ادامه داره.